اوباما رئیس جمهور آمریکا بار دیگر توافق لوزان را بهترین گزینه شرایط کنونی خواند و توافق با ایران بر سر چارچوب برنامه اقدام مشترک را فرصتی یگانه در زندگی توصیف کرد فرصتی که با استفاده از آن میتوان از گسترش تسلیحات اتمی در منطقه خطرناک جلوگیری کرد آقای اوباما در پاسخ به انتقادها از سیاستهای خود در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر اطمینان داد که در صورت فریبکاری ایران از هیچ گزینه ای صرف نظر نخواهد کرد آقای اوباما در گفتگو با توماس فریدمن روزنامه مشهور و ستون نویس نشریه نیویورک تایمز تاکید کرد که گزینه دیپلماتیک و چارچوبی که بر سر آن در لوزان توافق شد موثرترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای است چگونگی نظارت بر برنامه هسته ای ایران و همچنین چگونگی لغو تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی از جمله مواردی است که آقای اوباما در گفتگو با نیویورک تایمز به آنها اشاره کرده است بر این اساس بازرسان بر تمام زنجیره هسته ایران نظارت خواهند داشت و کمیتهای تجهیزات ورودی به ایران را بررسی خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که واردات برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته صورت گرفته است به گفته ای آقای اوباما بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به همه جا دسترسی خواهند داشت البته منظور از همه جا هنوز مشخص نیست ایران تا کنون بارها اعلام کرده که مجوز بازرسی از تأسیسات نظامی خود را صادر نخواهد کرد به گفته ای آقای اوباما ایران می تواند اعتراض کند اما ما تلاش کردیم سازکاری طراحی کنیم که بر اساس آن اعتراض های ایران به معنای حق بتون نباشد بلکه در واقع نوعی مکانیسم بین المللی مد نظر است که موارد را منصفانه ارزیابی کند آقای اوباما همچنین لغو تحریم ها را مشروط به پایبندی ایران به تعهدات دانست و افزود هنوز جزئیات نهایی نشده اما معتقدم بر اساس تفاهم اولیه ایران باید در مورد فردو و شمار سانترفیوش ها و غیر گام های لازم را بردارد در آن مرحله تحریم های سازمان ملل لغو می شوند. و ایالات ای متحده توانایی بازگرداندن تحریم ها در صورت عهدشکنی را حفظ خواهد کرد و تحریم های مربوط به حمایت ایران از تروریسم یا برنامه موشکی جمهوری اسلامی به قوت خود باقی خواهد ماند نیویورک تایمز به نقل از مقام های کاخ سفید نوشت ایران به احتمال ظرف چند ماه تا یک سال پس از توافق نهایی میتواند به تعهدات یاد شده جامعه عمل بپوشاند آقای اوباما در گفتگو با نیویورک تایمز همچنین توضیح نداد که آمریکا و متحدانش چگونه ایران را قانع خواهند کرد تا درباره فعالیت‌های مشکوک سال‌های اخیر خود در زمینه طراحی تسلیحات توضیح دهد. آقای اوباما در بخش دیگری از سخنان خود به نامدگاری با رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد. به نوشته نیویورک تایمز رئیس جمهوری آمریکا اعتراف کرد که هنوز نمی‌تواند در مورد نیات علی خامنه‌ای با اطمینان قضاوت کند و اضافه کرد درک نوشته های او قدری دشوار است به گفته رئیس جمهوری آمریکا نامه های آیت الله خامنه ای مملو از یادآوری مکرر آن چیزی است که او ظلم به ایران در گذشته میداند به اعتقاد آقای اوباما نوشته ها نشان میدهند که رهبر جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق به مذاکره کنندگان ایرانی آزادی عمل داده است رئیس جمهوری آمریکا در این حال امیدوار است که توافق هسته ای سبب شود در ایران چهره های میان روتر ابتکار عمل را به دست بگیرند اگرچه چندان روی این موضوع حساب نمی کند و این اضافه کرد چه کسی میداند شاید ایران تغییر کند به نظر آقای اوباما اگر ایران تغییر نکند هم ایالات متحده آماده کشور برای واکنش قاطع به هر شرایطی باقی خواهد ماند آقای اوباما در گفتگو با نیویورک تایمز دکترین خود را این چنین توصیف کرد اصل این است که ما خواستار تعامل هستیم البته همه قابلیت را حفظ می کنیم. و من هم باره با سراحت کامل گفتم که ایران در زمان ریاست جمهوری من به تسلیحات اتمی دست نخواهد یافت و به نظرم آنان یعنی ایران باید متوجه باشد که ما به آنچه می گوییم معتقدیم من در این حال امیدوارم که بتوانیم توافق دیپلماتیک را به سرانجام برسانیم و اینکه این توافق دریچه‌ای به فصل جدید مناسبات ایران و آمریکا باشد در تحولی دیگر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرحی را به بحث خواهد گذاشت که بر اساس آن بیانیه لوزان درباره توافق بر سر برنامه اتمی ایران بازبینی خواهد شد سناتور جمهوری خواب باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا چارچوب توافق شده با ایران در لوزان را محکوم نکرده اما گفته است که کمیته تحت نظر او کمتر از ده روز دیگر طرح بازبینی توافق نهایی با ایران را به بحث خواهد گذاشت سناتور کورکر تفاهم لوزان را رد نکرده اما در مورد بخش های مربوط به بازرسی ها و روایات متفاوتی که دولت های آمریکا و ایران در مورد نکات مورد توافق ارائه کردند ابراز نگرانی کرده است ایران و کشورهای پنج به علاوه یک روز سیزده فروردین با صدور بیانیه مشترک از رسیدن به تفاهمی خبر دادند که به گفته آنها می تواند زمین ساز توافق نهایی بر سر برنامه هسته ایران تا کمتر از سه ماه دیگر یعنی نهم فیرماه شود. گزارش رسانه های خبری در ایران است. محمد جواد سریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در یکی از بی سابقه ترین جلسه های کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس درگیری لفظی داشته و به دنبال این جدال لفظی نیروهای حفاظتی خبرنگاران و افراد دیگر حاضر در جلسه را از کمیسیون به بیرون هدایت کردند پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجلس شورای اسلامی گفته بود این کمیسیون در نامه از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای حضور در کمیسیون و ارائه توضیحات درباره بیانیه لوزان دعوت کرده است. جبار کوچکی نجات نماینده اصولگرا درباره جلسه روز یک شنبه 16 فروردین به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است آقای کریمی قدوسی بحث هایی را در رابطه با فردو و نتنز داشتند این نماینده اصولگرا اضافه کرده است آقای کریمی قدوسی نگرانی هایی را مطرح کرد که قبلا به آقای ظریف تذکر داده شده بود. جبار کوچکی نژاد همچنین گفته است آقای کریمی قدوسی به آقای ظریف گفت حضرت آقا به شما تذکر داده است ولی آقای ظریف آقای کریمی قدوسی گفت شما دروغ میگویید با آقا تهمت میبندید و با آقا ظلم میکنید و آقا به من تذکر ندادند در همین حال و به گزارش تابناک پس از درگیری لفظی محمد جواد ظریف و کریمی قدوسی جلسه برای چند لحظه به شدت متشنج شد و نیروهای حفاظتی مجبور شدند سریعا خبرنگاران و افراد دیگر حاضر در جلسه را از کمیسیون به بیرون هدایت کنند یک نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود همچنین به تابناک گفته است ظریف به کریمی قدوسی گفت شما در آن جلسه حضور نداشتید و چگونه به وقتی در آن حاضر نبودید می توانید آنقدر راحت دروغ بگویید و ونیز در پاسخ به ظریف گفت من در آن جلسه نبودم اما شنیدم که در این جلسه چه گذشته است و اضافه کرده که آقای ظریف گفته شما وقتی نمیدانید لطفا حرفی نزنید و یا از کسی که در جلسه بود به صورت کامل جزئیات را سوال کنید و سپس اظهار نظر کنید آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه بودند و می توانند در این مورد شهادت بدهند طبق این گزارش بعد از این درگیری لفظی قدری بالا گرفت و دکتر ظریف با عصبانیت قصد ترک جلسه را داشت که با پادرمیانی اکثریت نمایندگان حاضر که کریمی قدوسی را محکوم می کردند به جلسه بازگشت و پس از مدتی جلسه پایان یافت. این در حالی است که فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در پیامهایی جداگانه تفاهمنامه هسته ایران را تبریک گفته و از آن حمایت کردند آقای فیروزآبادی با تبریک موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای به علی خامنی از تلاش ریاست جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سپاسگزاری کرده است از دیگر اکبر حاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام هم از تفاهم اخیر ایران و گروه پنج به علاوه یک در مذاکرات هسته ای حمایت کرده است آقای رفسنجانی گفته است در حالی که دنیا در برابر حقانیت ایران سر تعظیم فرود آورده بعضی ها در لباس نقد منفی بافی می کنند اما این سخن ها فقط در فضای داخلی و خارجی تنش ایجاد می کند. در همین رابطه با وجود انتقاد برخی از نمایندگان مجلس از تفاهم اتمی ایران و کشورهای گروه پنج علاوه یک در لوزان محمد حسن ابو ترابی نایب رئیس و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز یکشنبه شانزده همه فروردین ماه به رسمیت شناختن حق غنیسازی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای غربی را یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران دانست با این وجود برخی نمایندگان مجلس به شدت از توافق لوزان انتقاد کردند یکی از اعتراضات برخی از نمایندگان مجلس به توافق لوزان تعهد دولت ایران برای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته است بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته ای که در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امضا شد اما به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید بازرسان آژانس مجاز خواهند شد هر زمانی که لازم میدانند از تأسیسات هسته ای ایران بازرسی کنند ایران و کشورهای پنج علاوه یک روز پنجشنبه 13 فروردین ماه در لوزان سوئیس با انتشار بیانیه اعلام کردند چارچوب‌های توافق نهایی را مشخص کردند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه دوشنبه 17 فروردین از انهدام یک تیم تروریستی در صبح این روز خبر داد. روابط عمومی این قرارگاه با انتشار ای اعلام کرد یک تیم تروریستی وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در منطقه قصرقند و نیکشهر با اقدام قاطع رزمندگان قرارگاه نیروی زمینی سپاه منهدم شد در این اطلاعیه آمده است که تمامی اعضای این تیم پس از یک سلسله عملیات شناسایی و تقیب و گریز در روزهای اخیر کشته شدند قرارگاه قدس اشاره به جزئیات بیشتر این عملیات نکرده و تنها تاکید کرده است که مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی به دست نیروهای سپاه افتاده است. قصرقند و نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان واقع شدند. استاندار این استان پیشتر اعلام کرده بود افرادی که در فاصله سالهای 86 تا 93 در این استان دست به عملیات تروریستی زدهاند دستگیر شدند، علی اوسط هاشمی پنجم فروردین ماه به خبرنگاران گفته بود که در اسفند ماه سال 93 طی عملیاتی ضربه سنگینی به اشرار منطقه سیستان و بلوچستان وارد شده و طی این عملیات افرادی که در وقایع تروریستی سالهای 86 تا 93 دست داشتند دستگیر شدند. استان سیستان و بلوچستان که از مناطق محروم ایران به شمار می رود در سالهای اخیر بارها شاهد ترور و خشونت بوده است. ایران مخالفان مذهبی و قومی خود را تروریست و وابسته به سرویس خارجی می خاند. سیستان و بلوچستان از بدو تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران به آنچه که فعالان سنی و بلوچ فشارها و تبعیضها از سوی دولت را به خود میخوانند شاهد های زیادی بوده است احزاب و گروه های معارض حکومت ایران در سیستان و بلوچستان فعالیت دارند که ایران همواره آنها را تروریست میخواند تفاهم ایران و شش قدرت جهانی بر سر برنامه هستی خود تحلیل‌ها و تفسیرهای متفاوتی رو در منطقه و جهان به همراه داشت. در میان مخالفان منطقه ای این تفاهم ترکیه اما از این مسئله ظاهرا استقبال میکنه در نخستین واکنش به تفاهم هسته ای لزان احمد داود نخست وزیر ترکیه از توافق به دست آمده استقبال کرده و گفته که این توافق در جهت ثبات و امنیت منطقه هستش در همین رابطه تانر ایلیز وزیر انرژی ترکیه هم به خبرگزاری آناتولی گفته که ترکیه برای لغو های اعمالی علیه ایران بیش از هر کشور دیگری تلاش کرده وزارت خارجه ترکیه هم بعد از نتیجه به دست آمده در لوزان و تفاهم ایران با گروه پنج به علاوه یک بیانیه رو صادر کرده و ضمن شاد باشه این تفاهم ابراز امیدواری کرده که این تفاهم به یک توافق قطعی منجر بشه در همین رابطه مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه هم از تفاهم به دست آمده استقبال کرده و گفته که پس از مذاکرات لوزان جانکری وزیر امور خارجه امریکا و فرانک والتر اشتان مایر وزیر امور خارجه آلمان با او تماس تلفنی داشتن و در این رابطه با هم گفتگو کردند همینطور اشاره بکنم احزاب مخالف دولت در ترکیه هم نسبت به تفاهم به دست آمده میان ایران با شش قدرت جهانی واکنش نشون دادن در این رابطه کمال قلیشتار اغلو رهبر حزب جمهوری خلق ضمن استقبال از تفاهم لوزان از نقش کمرنگ دولت ترکیه البته در خلال مذاکرات هسته هم انتقاد میکنه و میگه که در حالی که ترکیه در سالهای گذشته میزبان مذاکرات هسته میان ایران با کشورهای غربی بوده اما در شرایط کنونی هیچ نقشی در این مذاکرات نداشته همینطور تفاهم هستهای لوزان باستاب زیادی در رسانه‌های ترکیه داشته کارشناسان و تحلیلگران ترک از زوایای گوناگونین موضوع رو مورد بررسی و تحلیل قرار دادن اما در این میان تحلیل شبکه خبری سون در ترکیه هم در نوع خودش شنیدنی و خاص هستش این شبکه هم با انتقاد از کنار گذاشتن ترکیه و نقش کمرنگ این کشور در روند این مذاکرات مدعی شده که طراح اصلی نزدیکی و تفاهم ایران و غرب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور بوده و حالا که بذر این مذاکرات به بار نشسته کشورهای غربی ترکیه رو فراموش کردند در واقع اشاره این شبکه تلویزیونی به برگزاری چند دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در شهر استانبول هستش که در خلال سال 2010 صورت گرفته. اما به یک خبر هم به صورت گذرا اشاره بکنم دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه اعلام کرده که رجب طیب ارdoğan رئیس جمهور این کشور روز سه‌شنبه 18 فروردین به تهران سفر میکنه تا در دومین نشست شورای عالی همکاری راهبردی ایران و ترکیه شرکت بکنه اردوغان در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همینطور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلام ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد در گزارش های خبری آینده به باستاب بیشتر این سفر خواهیم پرداخت ترکیه تلویزیون ایران فردا مقامات عربستان سعودی میگویند که در اثر درگیری مسلحانه در شهر عوامیه در منطقه قطیف یک پلیس کشته و سه نفر مجروح شدند منطقه قطیف عمدتا شیعه نشین است همین گزارش ها است که نیروهای امنیتی سعودی چهار نفر را بازداشت و مقادیری سلاح و وسایل ارتباطی کشف و ضبط کردند همزمان چپ نظامیان شیعه حوسی اعلام کردند در صورت توقف حملات هوایی عربستان و متحدانش به مواضع این گروه در یمن آماده مذاکره درباره صلح در این کشور هستند آنها همچنین میگویند کشورهایی که در تهاجم علیه این گروه در یمن شرکت ندارند می توانند بر چنین مذاکراتی نظارت کنند به گزارش رویترز حملات هوایی و دریایی عربستان و کشورهای متحد آن روز یکشنبه 16 فروردین ماه به مواضع شبه نظامیان حوسی برای یازدهمین روز ادامه داشته است این در حالی است که تلاش های سازمان ملل متحد برای برقراری صلح میان عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری یمن و شبه نظامیان حوسی مورد حمایت ایران ای در بر نداشته است صالح السماد از اعضای بلندپایه حوسی ها و یکی از مشاوران پیشین رئیس جمهوری یمن در پاسخ به پرسش رویترز گفته است که یمنی ها مخالف بازگشت عبدالرب منصور هادی به قدرت هستند عبدالرب منصور هادی پس از آنکه شبه نظامیان شیعه حوسی و گروه های متحد آنها صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند به عدن در جنوب این کشور رفت و در نهایت پس از حمله شبه نظامیان حوسی به جنوب وی از عدن نیز خارج شد و همینک در عربستان سعودی به سر میبرد سال السماد این رهبر بلند پایه حوسی گفته است ما هیچ شرطی برای مذاکره نداریم جز اینکه تهاجم متوقف شده و در یک زمان مشخص مذاکره برگزار شود و طرفهای منطقه و بین المللی که در تهاجم علیه مردم نقش ندارند می توانند بر چنین مذاکراتی نظارت کنند این در حالی است که نظامیان شیعه حوسی با پشتیبانی نظامیان طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع یمن توانستند طرفداران عبد رب منصور هادی را در عدن عقب برانند سازمان ملل میگوید در دو هفته گذشته دست کم 500 نفر در یمن کشته و بیش از 1700 نفر نیز زخمی شدند جمهوری اسلامی ایران از شیعیان حوسی حمایت میکند اما تهران هر گونه پشتیبانی از شیعیان حوسی را تکسیب می کند. ساله السماد گفته است که شبه نظامیان حوسی تمایلی برای کنترل جنوب کشور ندارند بلکه تمرکز این نیروها مقابله با تهدید نیروهای گروه القاعده است. صلیب سرخ جهانی روز شنبه خواهان توقف 24 ساعته درگیری ها در یمن برای رساندن کمک به مردم این کشور شده است و همزمان نیز روسیه با ارائه پیشنویس قطنامه ای خواهان توقف حملات هوایی عربستان و متحدان به یمن شده است در تحولی دیگر رسانه های عربستان سعودی میگویند همزمان با حملات هوایی به خاک یمن عربستان تصمیم گرفته نزدیک به صد روستای مرزی خود را خراب کند روستاهایی که برای خراب شدن علامت گذاری شده اند در جریان تنش مرزی سال 2009 خالی از سکنه شده بود. عربستان نگران است که این روستاهای خالی به مکانی برای پناه گرفتن نیروهای نفوذی و قاچاقچیان تبدیل شود. روزنامه الحیات چاپ عربستان نوشته است که از زمان آغاز حملات عربستان سعودی و متحدانش به یمن تاکنون ده روستا ویران شده است.